خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یک ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال ما را نیز سابسکرایب کنید. هشت صبح کابل، رئیس الوزرای طالبان در نشست کابینه با امور داخله اجتماعی و اداره سرمیاج دستور داده است که دلیل افزایش گداها در شهر کابل را بررسی کند. این دستور روز چهارشنبه 31 همه در نشست کابینه از سوی محمد حسن آخوندزاده به وزارت کار و امور اجتماعی داده شده است. رئیس الوزرای طالبان از وزارت کار و امور اجتماعی خواسته است افزایش گدایان در شهر کابل را بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. از سوی دیگر در این نشست در رابطه با قاچاق انسان و وضعیت بد مهاجران افغانستان در ایران بحث شده است. کابینه طالبان به دادستانی کل دستور داده است تا در رابطه با افغانهای زندانی در ایران بررسی انجام دهد و در صورت امکان حیاتی به ایران برود. این در حالی است که روز گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در گفتگوی تلفنی با امیرالعبدالحیان وزیر امور خارجه ایران از سفر حیات طالبان به تهران در آینده است. و خبر دیگر این که در شهر کابل در کشته زخمی بر جا گذاشت. صبح کابل منابع از شهر کابل میگویند که یک روز معتل طالبان امروز جمعه 2 حمل انفجار ماین قرار گرفته است. بر بنیاد گفته های شاهدان رویداد یک روز معتل طالبان در ساحه قوای مرکز مقابل مارکت قندهاری هدف انفجار ماین قرار گرفته است. برخی منابع میگویند که انفجار ناشی از ماین چسبکی بوده و در نتیجه آن یک نفر زخمی شده است. منابع دیگر اما میگویند که انفجار با یک موتور هایلکس طالبان انجام شده است که 2 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. مسئول دفتر رسانه‌های قماندانی امنیت طالبان در ولایت کابل انفجار بر موتور حمله افراد این گروه را تایید می‌کند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.